آتش سوزی های طبیعی در کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. برق بعضی مناطق برای جلوگیری از آتش سوزی های بیشتر قطع شده و شروع بادهای پاییزی بر نگرانی از گسترش دامنه تخریب ناشی از آتش افزوده است. گزارشی از مسعود ملک. آتش سوزی های طبیعی در ایالت غربی کالیفرنیا در آمریکا از چند هفته پیش شروع شده، اما در روزهای اخیر گرمای فزاینده، آغاز بادهای موسمی و قطع برق منطقه‌ای به منظور جلوگیری از بروز آتش‌سوزی های بیشتر چالش های سخت‌تری را به همراه آورده است. بزرگترین شرکت برق کالیفرنیا با بالا رفتن درجه حرارت هوا برق ده‌ها هزار تن از ساکنان مناطق پرخطر را قطع کرده تا از احتمال بروز آتش‌سوزی های بیشتر در اراضی و کوهستان های خشکی که منتظر تنها یک جرقه‌اند بکاهد. هلیکوپترهای گارد ملی بیش از 200 گردشگری را که در جنگل‌های اطراف دریاچه‌ای در نزدیکی فرزنو با شعله‌های آتش محاصره بودند نجات دادند. به گفته مقام‌های محلی 2 نفر به اثر آتش‌سوزی به شدت آسیب دیدند. کالیفرنیا از نیمه اوت به این طرف صدها آتش‌سوزی پراکنده در شمال و جنوب ایالت به خود دیده که اغلب بر اثر رعد و برق شکل گرفته است. بزرگترین این آتش‌سوزی‌ها در 3 منطقه مختلف در اطراف خلیج سان فرانسیسکو جریان دارد که نزدیک به 14,000 آتش‌نشان و داوطلب برای مهار و فرونشاندن آن بسیج شدند. شعله‌های آتش در کالیفرنیا هزاران خانه و ساختمان را سوزانده و دست کم 8 نفر را کشته است.